محمد علی مسعودی، روزنامه‌نگار، سردبیر روزنامه اطلاعات، صاحب امتیاز روزنامه پست تهران، نماینده مجلس در دوره‌های 15، 17، 18، 19 و 20، سناتور دوره 5، کلکسیونر بزرگ خط و آثار هنری ایران، مهاجر کاستاریکا، وفات در ونکوور کانادا به علت تصادف با اتومبیل. تهران یکی از روزهای سرد زمستان سال 1331. قرار ملاقات من با محمد علی مسعودی ساعت 9 صبح در خانه او در اوایل خیابان امیریه بود. از ترس آنکه به سبب تصادف اتوبوس خراب شدن اتومبیل‌های کرایه کهنه‌ای که آن سالها در تهران کار می‌کردند و راهبندان و عوامل منفی دیگر دیر به میادگاه برسم، هنوز ساعت 8 صبح نشده بود که خود را به حوالی خانه او رساندم. این نخستین دیدار من با محمد علی مسعودی بود. برای گفتگو درباره همکاری مطبوعاتی نزد او می‌رفتم. نمی‌خواستم در اولین ملاقات احساس او درباره من این باشد که وقت ناشناس، غیر منظم و بی انضباط هستم. اما آن یک ساعت فاصله زمانی بین 8 تا 9 صبح خیلی دیر گذشت. تهران آن زمان برخلاف پاریس آن زمان که من تازه از آنجا آمده بودم، در هر گوشه و کنارش کافه رستورانی وجود نداشت که ساعتی با خوردن چای، قهوه یا نوشابه‌های دیگر و مطالعه روزنامه و مجله وقت بگذرانم. اما شمال خیابان امیریه به خاطر آنکه نزدیک دانشکده افسری بود، مغازه‌هایی داشت که می‌توانست باعث سرگرمی من شود. در ویترین این مغازه‌ها یونیفرم‌های نظامی برای مراسم مختلف، شمشیرها، سرنیزه‌ها، نشانها، پاگون‌هایی با شرابه‌های طلایی و در بعضی مغازه‌ها در کنار این اشیا دکورهایی از سربازان قدیم ایران با نیزه و سپر و در یکی از آنها رستم با ریش دوشقه و کلاه شاخدار و گرز معروف توجه مرا به خود جلب می‌کرد. طی آن یک ساعت من گاهی به ویترین ها نگاه می کردم و زمانی به ساعتم چشم می دوختم و در همان حال که تماشا کنان سرازیری امیریه را از شمال به جنوب طی می کردم و در بازگشت سربالایی خیابان را از جنوب به شمال می پیمودم، به عالم رؤیا می رفتم. رؤیاهایی درباره روزها و ماهای گذشته. چند ماهی می شد که از پاریس برگشته بودم. من جزو نخستین گروه هایی بودم که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتم. اما برخلاف بسیاری از همدوره ها که ضمن استفاده از مزایای اروپای گرسنه بعد از جنگ اقامت طولانی در آنجا را دست کم برای خوب شدن زبان مفید می دانستند، با سرعتی که باعث تعجب بسیاری از دوستانم شده بود کارم را تمام کردم. در ضمن در همان زمان که دکتری حقوق بین الملل عمومی را در دانشگاه پاریس می گذراندم، به شهر دانشگاهی رن در غرب فرانسه رفتم و در دوره دکتری دولتی تاریخ آن دانشگاه هم نام نویسی کردم و یک دوره البته ناتمام روزنامه نویسی را هم دیدم. استاد راهنمایم در شهر آرام و دانشگاهی رن یک پروفسور سال خورده و صاحب آوازه به نام پروفسور کنتامین بود. موضوعی را هم که برای رساله اولم انتخاب کرده بودم، روابط ایران عثمانی در قرنهای 16 و 17 و 18 میلادی بود. برای گرفتن دکتری دولتی تاریخ و تمام کردن دوره روزنامه‌نگاری حدود 6 ماه تا حد اکثر 1 سال بیشتر وقت لازم داشتم. همین باعث می‌شد که نظر افراد خانواده در این باره متفاوت باشد. پدرم با ادامه تحصیل من موافق بود. همسرم
که در اثر وقایع جنگ کره و محاصره معروف برلن بلوکوس به وسیله شوروی ها و احتمال شروع جنگ جهانی سوم به ایران برگشته بود، راضی بود که من مدتی دیگر در فرانسه بمانم. ولی عمو و پدرزن من آقای عیسی بهزادی که در ضمن بزرگ خانواده بود، اعتقادی به گرفتن یک درجه دکتری دیگر نداشت. او می گفت هر چه زودتر برگردی شانست برای به دست آوردن شغل بهتر بیشتر خواهد بود. اتفاقا یکی دو نفر از تحصیل کرده های حقوق در فرانسه که پس از بازگشت به ایران به وزارت رسیده بودند، نمونه خوبی برای اثبات این نظر بود. وسوسه به دست آوردن کار خوب باعث شد سریعتر از آنچه که تصور می‌شد به وطن بازگردم. پیش خود فکر می‌کردم وقتی کار خوب و مناسبی به دست آوردم، خواهم توانست برای گذراندن آن دوره‌ها به فرانسه برگردم و کار را تمام کنم. اما سال 1331 با سالهای قبل و بعد تفاوت داشت. ملت ایران مبارزه بزرگی را با امپراتوری بریتانیا آغاز کرده بود. برای پیروزی نهضت همه میبایست فداکاری میکردند. سهم من در این فداکاری چندین ماه بیکاری بود. آن هم در شرایطی که آن همه امید به دست آوردن کار خوب داشتم. قطع درآمد نفت جنوب که تنها منبع درآمد ارزی کشور بود و محاصره اقتصادی از سوی انگلستان و همپیمانانش وضع مالی کشور را که خراب بود خرابتر کرده بود. ممنوعیت هر نوع استخدام جدید به خاطر صرفه‌جویی در بودجه باعث رواج بیکاری در تمام سطوح به ویژه در میان جوانان تحصیل کرده شده بود. من از ابتدا علاقه‌ای به کار دولتی نداشتم. هدفم روزنامه نگاری، وکالت دادگستری و کارهای دانشگاهی بود. ولی حتی دادن امتیاز روزنامه و مجله و صدور پروانه وکالت هم که از کارهای آزاد محسوب می شد ممنوع شده بود. این ماجرا را در جای دیگر به تفصیل نوشتم. داشتن همسر و نداشتن کار زندگی را برای من مشکل کرده بود. ناچار چند ماه پس از بازگشت به ایران هر روز یک طبقه از کاخ آرزوهایم خراب می شد و هر هفته یک نامه تقاضای کار به یک اداره جدید می نوشتم. این نامه ها از دانشگاه شروع شد و به وزارتخانه های امور خارجه، دادگستری، اقتصاد، فرهنگ و سرانجام بانک‌های ملی و بازرگانی رسید. جواب‌ها همه مشابه بود. نشانی خود را بنویسید، در صورت لزوم به شما مراجعه خواهد شد. من نشانیم را می‌نوشتم، اما هرگز کسی به آن نشانی مراجعه نکرد. فرمولی بود برای از سرباز کردن متقاضیان کار. ماها یکی پس از دیگری سپری می شد بیان که بتوانم کاری متناسب با تحصیلاتم پیدا کنم. تا آن حادثه روی داد. یک روز عمویم به من گفت امروز محمد علی خان مسعودی را دیدم. با عمویش عباس مسعودی به هم زده و از اطلاعات بیرون آمده. می خواهد یک روزنامه یومیه منتشر کند. امتیاز روزنامه را هم گرفته. قرار است همین روزها منتشر کند. وقتی به او گفتم برادرزاده من در رشته حقوق و روزنامه نگاری درس خوانده و علاقه زیادی به روزنامه نویسی دارد، اظهار تمایل کرد با شما ملاقاتی داشته باشد. فردا ساعت 9 صبح در خانهش در امیریه منتظر شماست. بعد ادامه داد با بیرون رفتن محمد علی خان از اطلاعات این روزنامه تیراژ خود را از دست خواهد داد، چون عباس مسعودی ظاهراً مدیر اطلاعات است، اما همه کارها به دست محمد علی خان انجام می گرفت. اگر او روزنامه اش را منتشر کند هیچ کس روزنامه اطلاعات را نخواهد خرید. در آن زمان بسیاری از مردم
درباره اطلاعات و مسعودی ها این عقیده را داشتند. عموی من چون سکوت مرا دید حرف آخر را زد: اگر شما فردا با هم به توافق رسیدید، من حاضرم در کار روزنامه با محمد علی خان شریک شوم تا شما به عنوان سردبیر در آن روزنامه مشغول شوید. عموی من که برادر حسین صبا مدیر روزنامه ستاره ایران بود و سابقه کار در مطبوعات را هم داشت، با توجه به طرز فکر و روحیاتم، کمرویی بچه های شهرستانی در آن سالها، معتقد بود که من در محیط پرآشوب مطبوعاتی به تنهایی نمیتوانم موفق شوم و این را همیشه تکرار میکرد. سخنان عمویم به ویژه جملات آخر او مرا بر سر یک دوراهی قرار داد. از یک سو چند ماه بیکاری که معلوم نبود چند ماه یا چند سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد روحیه مرا خراب کرده بود. از سوی دیگر در آن زمان برای یک جوان تحصیل کرده و روشنفکر دشوار بود قبول کند به عنوان نخستین کار سیاسی وارد دار و دسته مسعودی ها شود. از شهریور 20 به بعد آنقدر علیه مسعودی ها تبلیغ شده بود و مخالفان به ویژه توده‌ای ها به حدی تهمت و افترا به مسعودی ها زده و بد و بیراه نثار این خانواده کرده بودند که هر گونه همکاری با آنها در آن سال و زمانه کافی بود که شخص به عنوان یکی از مهره‌های طبقه حاکمه فاسد کشور که سخت بدنام بود معرفی شود. بعدها دانستم مسعودی ها علی‌رغم آن همه تبلیغ مخالف که علیه آنها شده بود تفاوت زیادی با سایر روزنامه نویس های آن زمان نداشتند. موفقیت عباس مسعودی در تأسیس یک دستگاه بزرگ مطبوعاتی و بعضی خصوصیات او که در جایش خواهد آمد دشمنی و حسادت رقیبان را برانگیخته بود، ولی هرچه بود بیش از 10 سال تبلیغات ضد مسعودی و ضد اطلاعات افکار عمومی را علیه آنها بسیج کرده بود. ضمناً این را هم می‌دانستم که محمد علی مسعودی در میان مسعودی‌ها از همه کمتر مورد حمله واقع شده بود. او به خاطر خلق و خوی خاصش با همه گروه‌ها و دسته‌ها، اعم از چپ و راست و میانه و وسط و بالا و پایین، رابطه دوستانه برقرار کرده بود. در نتیجه مخالفان حساب او را از سایر افراد خانواده مسعودی جدا کرده بودند و سهم کمتری از ناسزاها نصیب او می شد. اما درباره اداره کردن روزنامه اطلاعات بعدها دانستم که در آن مؤسسه همه کارها زیر نظر عباس مسعودی انجام می گرفت و محمد علی خان در حقیقت روابط عمومی مؤسسه را بر عهده داشت. با توجه به اینکه از سوی بیکاری مرا آزار می داد و از طرفی همیشه اعتقاد داشتم انسان اگر خودش بخواهد در هر شرایطی میتواند سالم بماند، تصمیم گرفتم پیشنهاد عمویم را بپذیرم و کار با محمد علی مسعودی را شروع کنم. آنگاه وقتی که به حد کافی تجربه پیدا کردم، از او جدا شده خودم به طور مستقل اقدام به انتشار یک مجله بکنم. آن روز به منزل محمد علی مسعودی می رفتم تا برای انتشار یک روزنامه سیاسی برنامه ریزی کنیم. سرانجام انتظار به پایان رسید. هنگامی که عقربه کوچک روی عدد 9 قرار گرفت و عقربه بزرگ به عدد 12 نزدیک شد، از پله‌های خانه محمد علی مسعودی که در بنبستی واقع در امیریه قرار داشت بالا رفتم و در طبقه دوم مقابل دری چوبی که شیشه های رنگی داشت ایستادم و زنگ در را به صدا درآوردم. لحظه بعد در باز شد و مردی مرا به داخل دعوت کرد. سالن بزرگی بود با کفی از آجر سیمانی، بدون فرش، بدون مبل، بدون میز، بدون پرده
بدون تابلو و خلاصه کنم بدون هیچ تزئینی. در دو طرف سالن دو لامپ به دو سیم از سقف آویزان بود. یک بخاری نفتی خاموش در گوشه سالن به چشم می‌خورد. چند صندلی لهستانی که بدون نظم و ترتیب در اطراف بخاری چیده شده بود تنها مبلمان این سالن بزرگ را تشکیل می‌داد. چند نفر در این سالن دور بخاری جمع شده بودند. بعضی روی صندلی‌ها نشسته بودند. یکی دو نفر هم ایستاده پایشان را روی صندلی‌ها گذاشته و با هم پچ پچ می‌کردند. من به کسی که در را به رویم باز کرده بود و حالا در مقابل من ایستاده و با حالتی استفهام‌آمیز به من نگاه می‌کرد گفتم: با آقای مسعودی بفرمایید، دکتر بهزادی آمد. روی کلمه دکتر تأکید کردم. در آن سالها که عده کمی صاحب این عنوان بودند، دکتری اهمیت داشت. مثل آن بود که درباره من به او سفارش شده بود. مرا به سوی اتاقی که در انتهای سالن قرار داشت هدایت کرد و در حالی که دری را باز می کرد با احترام خطاب به من گفت: بفرمایید، ممدلی خان منتظر شماست. در آن زمان کارکنان روزنامه، کارگران چاپخانه و دوستان محمد علی مسعودی او را محمد علی خان، آن هم با اصطلاح ممدلی خان می نامیدند. وارد اتاق شدم و بی اراده یکه خوردم. انتظار داشتم آقای مسعودی برای مذاکره درباره امر مهمی مانند بحث در مورد انتشار یک روزنامه یومیه سیاسی از من در دفتر کارش پذیرایی کند، اما ساعت 9 صبح او هنوز در رخت خواب بود. اتاق کوچک بود، حدود 5 متر در 5 متر و خوشبختانه گرم بود، چون فرش داشت، پرده داشت، تخت خواب و مبلمان داشت و یک بخاری هم در گوشه اتاق روشن بود. 3-4 نفر در این اتاق مشغول بودند که هر یک مشغول کاری بود. نخستین بار بود که محمد علی مسعودی را از نزدیک می دیدم. عکسش را زیاد دیده بودم. برای شناختن او احتیاج نداشتم زیاد وقت تلف کنم. صورت گرد، رنگ چهره سبزه تند، چشمایی که بیش از حد از هدف بیرون زده بود، چنان که گویی کسی دارد گلویش را می فشارد و لبها و لبهای گوشتالودش فریاد می زد که من محمد علی مسعودی هستم. یک تور سیاه رنگ دور سرش پیچیده بود تا موهایش را صاف نگه دارد. محمد علی خان روبدو شامری به تن داشت و لبه تخت خواب بزرگ دو نفرش نشسته بود. یک پایش را روی تخت خواب دراز کرده بود و پای دیگرش از تخت آویزان بود. روبدو شام از روی پایش کنار رفته بود و قسمتی از ساق پای چاق و سیاهش آشکار بود. دلم می‌خواست با او آنقدر نزدیک بودم که به خود اجازه می‌دادم جلو می‌رفتم و روبدو شامرش را روی پایش می‌انداختم، اما با ورود من خودش این کار را انجام داد. بعد به یکی از حاضران که روی صندلی کنار تخت خواب نشسته بود اشاره کرد. او بلند شد، به من تعارف کرد، نشستم. آدم‌های داخل اتاق همه در حال خدمت به محمد علی خان بودند. یکی کت و شلوار او را ماهوت پاکم می‌کشید و پیراهن و کراوات و کفش و جوراب او را طوری روی صندلی می‌گذاشت که هر وقت خواست لباس بپوشد معطل نشود. دیگری از داخل سینی که روی تخت خواب قرار داشت قطعه ای از نان سنگک تازه را می برید، کمی پنیر به آن می مالید، یک لقمه درست می کرد و در دهان محمد علی خان می گذاشت. بعد بلا فاصله استکان چای را بر می داشت، چند تا قند داخل آن می انداخت، با قاشق هم می زد و مقابل دهان او می گرفت تا نان در گلویش گیر نکند. یکی هم فرچه را در داخل ظرف مخصوص صابون خیس شده بود و هم می‌زد تا کف کند. بعد با حرارت صورت محمد علی خان را صابون مالی می‌کرد تا به جهت تراشیدن نرم شود. محمد علی خان کاملا تسلیم اطرافیان خود بود. با
گاهی دهان باز میکرد تا لقمه را در دهانش فرو کنند. زمانی صورتش را جلو میآورد تا خوب کف مالی کنند. یک زمان هم صورتش را کج و راست میکرد تا یکی دیگر آن را بتراشد. در این فواصل گاهی تلفن زنگ میزد. هر کس نزدیکتر بود گوشی را بر میداشت و جواب میداد. آنچه من در این مورد استنباط کردم آن بود که همه این اختیار را داشتند که طبق تشخیص و مصلحت اندیشی خود جواب طرف را بدهند. نه خیر، ممدلی خان نیستند. ممدلی خان همین الان بیرون رفتند. ممدلی خان تا ظهر بر نمی گردند. ممدلی خان چند دقیقه دیگر بر می گردند و تلفن را قطع می کردند. یا می گفتند گوشی ممدلی خان همین الان آمدند و گوشی را به طوری که صابونی نشود به گوش و دهان محمد علی خان نزدیک می کردند. به طور کلی وضع نشان می داد که خانه را یک کدبانو اداره نمی کند. محمد علی خان بعد از درگذشت همسر خود که مادر دخترانش فرشته و مریم مسعودی بود تا آخر عمر زندگی مجردی را ترک نکرد. محمد علی مسعودی به دیدن من قیافه شادی به خود گرفت و در همان حال که لقمه ها را یکی در پی دیگری فرو می داد و صورتش را کج نگه می داشت تا یکی آن را کف مالی کند و دیگری بتراشد و به تلفن ها جواب می داد، از پرسیدن حال و وضع کار من نیز غافل نمی ماند. البته در تمام این مدت زنگ در خانه هم مرتب به صدا در می آمد. ارباب رجوع یکی یکی با اجازه یا بدون اجازه از سالن وارد اتاق می شدند و بدون آن که منتظر بمانند تا به آنها اجازه صحبت داده شود یا گفتگوی ما به پایان برسد شروع به سخن می کردند. بعضی از آنها از دوستان محمد علی خان توصیه نامه داشتند. برخی خودشان آشنا بودند و احتیاجی به توصیه نداشتند. یکی جواز نانوایی می خواست. دیگری کارش در کلانتری گیر کرده بود. سومی پسرش را به خدمت نظام برده بودند و تقاضا داشت محمد علی خان اقدام کند تا او معاف شود. یکی تقاضا داشت در خیابانی که 4 قصابی در آن دایر بود به او جواز قصابی بدهند. دیگری می‌خواست در 4 محله که او صاحب تنها دکان قصابی آن منطقه بود به دیگری اجازه باز کردن دکان قصابی داده نشود. محمد علی خان با خوشرویی به تمام این تقاضاها گوش می‌داد. بعد آرام و خونسرد به یکی می‌گفت فردا صبح بیاید تا به اتفاق دنبال کارش بروند. در مورد دیگری کاغذ و قلم می‌خواست و توصیه می‌نوشت و به دستش می‌داد. درباره سومی می‌گفت یک شماره تلفن را بگیرند. سپس بدون آنکه هیچ عجله‌ای از خود نشان بدهد گوشی را می‌گرفت و با طرف حال و احوال می‌کرد. اول از خودش احوال پرسی می کرد، بعد از خانوادهش، از متعلقانش، از کشاوندانش، از خانم و بچه ها می پرسید. بعد مدتی درباره وضع هوا صحبت می کرد. در آخر کار موضوع مورد تقاضا را مطرح می کرد. لحظاتی ساکت می ماند و به سخنان طرف گوش می کرد. آنگاه به متقاضی می گفت امروز یا فردا یا پس فردا به فلان کلانتری یا فلان برزن یا فلان اداره مراجعه کند. در میان تمام این نام نوشتنها، تلفن کردنها و وعده و وعید دادنها همین که فرصتی به دست می آورد به یاد من می افتاد. می گفت خب که گفتید در پاریس در رشته حقوق درس خوانده اید. جواب می دادم بله، در رشته حقوق بین الملل عمومی دکترا گرفتم. در ایران هم حقوق سیاسی خوانده بودید؟ بله، در اینجا رشته سیاسی دانشکده حقوق را تمام کردم. بعد محمد علی خان چنان که گویی خاطراتی را در ذهنک زنده می کند با حالتی احساساتی زمزمه کرد: خیابان واگرام، شانزلیزه، باغ لوکزامبورگ، کارتیه لاتن، بوازو بولونی، ساکرکور، اتوال، کنکور، برج ایفل، موزه لوور، اوپرا. پاریس واقعا شهر دوست داشتنی. من حرفای او را تایید می کردم، اما دلم می خواست به جای این سخنان پر از احساس
موضوع انتشار روزنامه را مطرح می کرد و ما خیلی سریع قرار کار را برای انتشار روزنامه می گذاشتیم. اما زنگ در خانه، زنگ تلفن، ورود ارباب رجوع همراه با آشنایانی که برای توصیه و معرفی آنها آمده بودند و نوشتن نامه‌ها و کارت‌های توصیه و تلفن‌های توصیه فرصت نمی‌داد که صحبت‌های جدی درباره آن کار جدی ادامه پیدا کند. ساعت حدود 11 بود که احساس کردم محمد علی خان می‌خواهد برود. از مفهوم یکی از تلفن‌ها دانستم که کسی وعده داده بود ساعت 10 صبح در محلی حاضر باشد. ساعت 11 او هنوز در رخت خواب بود. نگاهی به ساعت کرد و آماده بیرون آمدن از رخت خواب شد. به محض مشاهده این حرکت یک نفر از حاضران با عجله شلوار محمد علی خان را از لبه صندلی برداشت و آماده ایستاد و همین که محمد علی خان از رخت خواب بیرون آمد او دلا شد، رب دو شام را عقب زد و شلوار را جلوی پایش گرفت. من بدون آن که منتظر بمانم محمد علی خان در میان جمع رب دو شام را هم از تن خارج کند، خداحافظی کردم و به سرعت از خانه بیرون رفت. دو ساعت آنجا بودم بیان که کلمه ای درباره انتشار روزنامه صحبت کرده باشیم. ظهر خسته و ناراحت به خانه رفتم. تصمیم داشتم ضمن شرح واقعه از طرز کار محمد علی خان گله کنم، بگویم با این وضع کار کردن به نتیجه نخواهیم رسید. عمویم تا مرادی با قیافه شاد و راضی گفت محمد علی خان به من زنگ زد. او گفت حدود 2 ساعت با هم راجع به کار صحبت کردید. او خیلی از شما تعریف کرد. می گفت آدم درک‌کننده و فهمیده‌ای هستید. به کار روزنامه‌نگاری خیلی واردید. استنباط او این بود که برعکس اغلب جوانها وقتتان را در اروپا تلف نکرده اید، بلکه در تمام مدت مطالعه و تحقیق کرده اید. به نظر او شما بهترین سردبیری هستید که او می توانست پیدا کند. و مقداری تعریف در این زمینه. عموی من به کار محمد علی خان در روزنامه نگاری اعتقاد داشت، بنابراین تعریف او از من در نظرش مهم بود. من که اول قصد داشتم از محمد علی مسعودی انتقاد کنم که 2 ساعت بیهوده وقت را تلف کرده، وقتی دیدم او این همه از من تعریف کرده مصلحت را در سکوت دانستم، چون هر گونه شکوه و شکایت عقیدهش را نسبت به من کم می کرد. آنگاه گفت محمد علی خان عقیده دارد انتشار روزنامه یومیه بدون داشتن یک چاپخانه مجهز ممکن نیست. برای این فردا صبح زود در خانه منتظر شما تا به اتفاق برای دیدن یکی دو چاپخانه برم. از تعریفی که از من شده بود خوشحال شدم. از اینکه فردا هم با او ملاقات خواهم کرد امیدوار شدم. اما موضوع خرید چاپخانه مرا نگران کرد. من خودم را آماده کرده بودم تا یکی دو هفته دیگر روزنامه را منتشر کنیم، ولی با تصمیم جدید کار انتشار روزنامه دست کم تا پیدا کردن و خرید یک چاپخانه به تأخیر می‌افتد. فردا صبح آماده رفتن به خانه محمد علی مسعودی شدم، اما مردد بودم صبح زود بروم یا مانند روز گذشته ساعت 9 یا حتی دیرتر. با سابقه‌ای که از طرز کار محمد علی خان پیدا کرده بودم اطمینان داشتم او مرد صبح زود بیدار شدن نیست، ولی دیر رفتن را هم درست نمی دانستم. اگر او صبح زود آماده می شد و من نمی رفتم چه؟ سرانجام تصمیم گرفتم حد وسط را بگیرم. ساعت 8:30 خودم را به خانه محمد علی خان برسانم. اگر او در آن ساعت صبحانه اش را خورده بود، ریشش را اصلاح کرده بود و لباسش را پوشیده بود، وقت برای هیچ کاری دیر نمی شد. درست ساعت 8:30 صبح بود که زنگ در خانه محمد علی خان را به صدا درآوردم. کسی که در را باز کرد همان مرد دیروزی نبود، اما وقتی خودم را معرفی کردم رفتارش همان بود. سالن خالی دیروز را عده زیادتری پر کرده بودند. در اتاق محمد علی خان هم جمعیت زیادتر از روز قبل بود. ظاهرا این شایعه که محمد علی خان به زودی روزنامه منتشر خواهد کرد عده زیادتری را به آنجا کشانده بود. پیشرفتی که خود محمد علی خان نسبت به دیروز کرده بود این بود که وقتی وارد اتاق شدم نیمی از صورتش را تراشیده بودند و در نیمه دیگر کف صابون به چشم می‌خورد و مردی تیغ به دست منتظر بود محمد علی خان لقمه‌اش را فرو بدهد تا او کار اصلاح صورت را تمام کند. محمد علی خان با خوشرویی از من استقبال کرد.
خوشرویی عادت ذاتی او بود. گفت با دو سه چاپخانه که مایل به فروش هستند صحبت کرده و قرار است امروز به دیدن آنها برویم. ضمناً یکی از کسانی را که روی صندلی نشسته بود بلند کرد تا من بنشینم. من هم مجله‌ای را که همراه داشتم از جیب بیرون آوردم و مشغول خواندن شدم. خبر انتشار روزنامه و خرید چاپخانه به وسیله محمدعلی خان همه جا پیچیده بود. این عده هم برای آن هجوم آورده بودند که در آنجا مشغول کار شوند. دقیقه به دقیقه زنگ در به صدا در می آمد و عده‌ای وارد می شدند. من آن روز با حسن مسعودی، برادر بزرگ عباس مسعودی و پدر محمدعلی مسعودی که همه او را میرزا حسن خان می نامیدند و احترام خاصی برایش قائل بودند آشنا شدند. محمدعلی خان در آن گیرودار فقط فرصت پیدا کرد ما را به هم معرفی کند. میرزا حسن خان چنان که از ظاهرش معلوم بود و بعدها هم که او را بیشتر شناختم در عقیده‌ام پابرجا شدم، مرد سلیم و نفسی بود. او بین برادر کوچکش عباس مسعودی مدیر مؤسسه اطلاعات و پسر بزرگش محمدعلی مسعودی که با عمو قهر کرده و از اطلاعات خارج شده بود مردد مانده بود. در این حال که آرزو میکرد پسرش در کار موفق شود، میکوشید بین آنها برخوردی به وجود نیاید. او هم در مؤسسه اطلاعات مشغول کار بود، ولی از آن روز به بعد اغلب روزها به خانه پسرش میآمد. حسن مسعودی با عمویم آشنایی داشت. وقتی شنید میخواهیم با پسرش شریک شویم خوشحال شد. احتمالاً امیدوار بود ما بتوانیم پسرش را به کار وادار کنیم. محمدعلی مسعودی در دوره 17 که انتخابات آن در زمان دکتر مصدق انجام گرفته بود نتوانست از صندوق بیرون بیاید و با بیرون آمدن از روزنامه اطلاعات ماها بیکار مانده بود. حسن مسعودی که میدانست قرار است آن روز چند چاپخانه را ببینیم، با شناختی که از محمدعلی مسعودی داشت آمده بود پسرش را راه بیاندازد. برای این منظور سریعاً کارگردانی صحنه را به عهده گرفت. محمدعلی خان داشت با تلفن با یکی از دوستانش خوشوبش می‌کرد. طبق عادت از حال خیشان و دوستان و متعلقان و متعلقاتش می‌پرسید. یک نفر هم با یک لقمه بالای سرش ایستاده بود تا تلفن تمام شود و لقمه را در دهانش بگذارد. حسن خان لقمه را از دست او گرفت، در دهان پسرش فرو کرد و در همان حال گوشی را از دست او قاپید و تند و سریع به مخاطب گفت: من میرزا حسن خان مسعودی هستم، معذرت میخواهم، ممدلی خان باید برای دیدن چاپخانه برود، شما لطفاً بعد از ظهر تلفن کنید. بعد به مرد تیغ به دست دستور داد سریعتر کارش را تمام کند. آنگاه به طرف مراجعین رفت، سر یکی را به تاق کوبید، دیگری را وعده به فردا داد و انجام کار سومی را خودش به عهده گرفت و گفت: امروز نزدیک ظهر بیا روزنامه اطلاعات، میگویم کارت را درست کنند. محمدعلی خان زیر دست ریشتراش نشسته بود و داشت آرام آرام لقمه را میجوید. حسن خان به طرفش رفت. فکر کردم الان چانه‌اش را میگیرد و تون تون بالا و پایین میکند تا لقمه را فرو بدهد. اما او خطاب به یکی از حاضران گفت: بیا شلوار محمدعلی را پایش کن. به دیگری میگفت: لازم نیست کراواتش را محکم کنی، تو ماشین درست میکند. به سومی گفت: یک چای بسش است، دومی را لازم نیست حالا بدهی. من این صحنه ها را می دیدم و در دل می خندیدم. محمدعلی خان معصومانه همه این کارها را که بر او وارد می شد تحمل می کرد. با وجود دخالت میرزا حسن خان، تازه ساعت 10:30 بود که محمدعلی مسعودی آماده حرکت شد. حسن خان قبلا یک اتومبیل را با راننده آماده کرده بود. من از جلو، محمدعلی خان از عقب و میرزا حسن خان پشت سر ما از در عقبی ساختمان بیرون آمدیم. یک لشکر ارباب رجوع دنبال ما در حرکت بود. حسن خان اول مرا سوار کرد، بعد محمدعلی خان را که هنوز مشغول تعارف و احوال پرسی و وعده دادن به این و آن بود توی اتومبیل چپاند. آنگاه با تشدد جلوی کسانی را که می‌خواستند از چهار در اتومبیل داخل شوند گرفت، خودش جلو نشست و به راننده دستور داد حرکت کنند. تازه اینجا بود که من نفس راحتی کشیدم. چند متر پایین تر حسن خان به راننده گفت اتومبیل را نگه دارد و به پسرش گفت: مدیران 3 از چاپخانه ها از ساعت 8 صبح منتظرت هستند. امیدوارم که از چاپخانه بیرون نرفته باشند. من
الان به آنها تلفن میکنم که تو در راه هستی و منتظرت بمانند. پس از این حرف در چهارراه حسن آباد پیاده شد و به سوی اداره روزنامه اطلاعات به راه افتاد. در اتومبیل اولین بار بود که با محمد علی مسعودی تنها ماندم و او وقت پیدا کرد از من درباره برنامه‌هایم پرسجو کند. پرسید: شما به روزنامه نویسی خیلی علاقه دارید؟ گفتم: بله، ولی بیشتر دوست دارم در مجله کار کنم. به این علت برای آن منابع زیادی هم از خارج آوردم. و بعد تعریف کردم که در دوره تحصیل حدود 1/4 از عرض تحصیلی را که برایم می‌فرستادند صرف خرید کتاب می‌کردم. در نتیجه طی حدود 3 سال اقامت در پاریس آنقدر کتاب جمع کردم که وقتی می‌آمدم هواپیما حاضر نشد کتاب‌ها را حمل کند و ناچار به یک شرکت ماریتیم مراجعه کردم. آنها آدم فرستادند و کتاب‌های مرا در 3 صندوق چوبی بزرگ بسته‌بندی کردند و با کشتی به ایران آوردند. آنگاه از وضع تحصیلی‌ام پرسید. گفتم: اگر می‌دانستم حدود 1 سال در اینجا بیکار خواهم ماند، دکترای دولتی‌ام را هم تمام می‌کردم. اما او هم عقیده داشت عنوان دکتری مهم است که دارم و کسی نمی‌آید مدارکم را بررسی کند. این عقیده همه مردان موفق رژیم گذشته بود. مدرک مهم است، نه سواد. از استادانم پرسید. گفتم: تا آنجا که می‌دانم استاد راهنمایم عضو فرهنگستان فرانسه بود. درباره کار در مطبوعات فرانسه سوال کرد. گفتم: متاسفانه به خاطر عجله‌ای که در بازگشت به ایران داشتم، دوره روزنامه‌نگاری را هم ناتمام گذاشتم، ولی در همان 1 سال که در آنجا درس می‌خواندم، چند بار برای بازدید و کارآموزی به نشریات معروف آن زمان فرانسه مثل مجله پاریماچ و روزنامه‌های فرانسواسوار و پاری پرس رفتم. محمد علی خان همه را با دقت گوش می‌کرد. به چاپخانه رسیدیم. همانطور که حسن خان پیش‌بینی کرده بود، مدیر چاپخانه بعد از 2 ساعت انتظار رفته بود. احتمالاً با خلق و خوی محمد علی خان آشنایی داشت و امیدی به آمدن او نداشت. غیبت مدیر چاپخانه مانع از ماندن محمد علی خان در چاپخانه نشد. از آنجا که بیشتر مشتری‌های چاپخانه روزنامه نویس ها بودند، محمد علی خان نزد آنها رفت و یکی یکی سر صحبت را با آنها باز کرد. 1 ساعت از ظهر گذشته بود که دیدم فرصتی برای بازدید از چاپخانه های دیگر نمانده. من هم خسته شده بودم. خداحافظی کردم بروم. موقع رفتن محمد علی خان گفت: امروز بعد از ظهر چند تن از دوستان منزل من می آیند تا درباره کار روزنامه و چاپخانه صحبت کنیم. شما هم بیایید با دوستان من آشنا شوید. قبول کردم. خداحافظی کردم و با سرعت برق از این جدا شدم. بعد از ظهر سر ساعت 4 به خانه محمد علی مسعودی رفتم. عده‌ای آنجا جمع بودند. هیچ کدام را نمی شناختم. فقط اسم 2-3 نفرشان را شنیده بودم. محمد علی خان ما را به هم معرفی کرد و بلافاصله تعریف از من شروع شد. این دکتر بهزادی را می‌بینید؟ 7-8 سال در فرانسه درس خوانده. گفتم: حدود 3 سال. او در فرانسه 3 تا دکترا گرفته که 2 تایش دکترای دولتی بوده. گفتم: یکی گرفتم. یکی را هم می‌خواستم بگیرم اما نگرفتم. گفت: خیال نکنید او در پاریس مثل جوانهای دیگر که به اروپا می روند ولگردی می کرد. سرش همش توی کتاب بود. وقتی می آمد آنقدر در آنجا کتاب جمع کرده بود که 3 تا کشتی کتابهایش را به ایران آوردند. گفتم: یعنی 1 کشتی 3 صندوق کتاب مرا آورد. محمد علی خان تعریف از مرا تمام نمی کرد. من هم از این جهت حرفایش را اصلاح می کردم که می دانستم یک روز حقیقت برملا می شود و من دروغگو در می آیم. گفت: دکتر مدتی هم در مجله پاریماچ کار می کرد. پاریماچ را که می شناسی، بزرگترین مجله دنیاست. گفتم: فرانسه. گفت: آنجا آنقدر به او علاقه پیدا کردند که مدیر پاریماچ می‌خواست او را سردبیر مجله بکند، اما این شانس ما بود که آنجا نماند. برگشت تا مملکت از وجودش استفاده کند. حالا امیدوارم که اینجا سردبیر روزنامه من بشود. آنجا بود که فهمیدم محمد علی خان چرا اینقدر دوست و رفیق دارد. من از تعریف‌هایی که می‌کرد خجالت می‌کشیدم
ولی خیلی ها خوششان می آمد و نسبت به او علاقه پیدا می کرد. از روز بعد کار من آن شده بود که هر صبح به خانه محمد علی مسعودی بروم، 2-3 ساعت آنجا بنشینم، او را راه بیاندازم، برای دیدن چاپخانه ها برویم و بی نتیجه برگردیم. یکی از روزها که به دیدن محمد علی خان رفتم، دیدم این بار دیگر مثل روزهای دیگر روی تخت خواب ننشسته، بلکه تا گلو زیر لحاف فرو رفته، یک شب کلاه پشمی روی سرش گذاشته بود، یک کاسه مسی کنارش بود، مقداری دوا هم دور و برش، و مرتب در دستمال فیلم می‌کرد. بعدها که با او بیشتر آشنا شدم، دانستم او تقریبا هر سال زمستان مدتی طولانی مریض و بستری می‌شود. 2-3 ماهی وضع به این ترتیب گذشت و هر بار که از عدم پیشرفت کار به عمویم گله می‌کردم، می‌گفت محمد علی خان آدم خوبی است، باید او را راه بیندازیم. اما راه انداختن محمد علی خان کار ساده‌ای نبود، بلدوزر لازم داشت. سرانجام عموی من هم از این وضع خسته شد و چون محمد علی خان از پیدا کردن چاپخانه ناامید شد، تصمیم گرفت خودش دنبال چاپخانه برود. عموی من مردی فعال و پرکار و پشتکاردار بود. 3 روزه چاپخانه‌ای پیدا کرد که محمد علی خان با همه مشکل پسندی نتوانست آن را رد کند. چاپخانه‌ای که انتخاب شده بود چاپخانه چهر در خیابان شاه‌آباد بود. صاحب آن دکتر آزرم استاد دانشگاه بود که کتاب‌های دانشگاهی را چاپ می‌کرد. مدیرش دکتر حسین فریور دبیر دبیرستان‌های پایتخت بود. ماشین‌های چاپخانه کهنه و قدیمی بود، اما حیاطی بزرگ و سالن‌های متعدد داشت. به این سبب به راحتی می‌شد آن را توسعه داد. چاپخانه را محمد علی خان بابت سهم خودش خرید و عمویم آماده شد که بابت سهم خودش و من مبلغی بپردازد. آماده نوشتن شرکت نامه برای شروع به کار بودیم که محمد علی خان احتمالاً از ترس آن که اکثریت سهام در دست ما باشد گفت: من دوستانی دارم که شنیدند دارم شرکت تأسیس می‌کنم. اگر بدانند بدون آنها مشغول شدم گله خواهند کرد. آنها هم باید در شرکت باشند. جمع و جور کردن شرکا هم مدتی وقت گرفت و سرانجام 10-12 شریک که بعضی فقط 1-2 سهم داشتند و سیاهی لشکر محسوب می شدند و برخی بیشتر جمع شدند. در انتخابات من به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی چاپ مسعود سعد و محمد علی خان به عنوان رئیس هیئت مدیره برگزیده شدیم و به این ترتیب من پس از حدود 1 سال بیکاری توانستم مشغول به کار شوم. اما هدف من مدیری چاپخانه نبود. میخواستم روزنامه‌نگاری کنم. اما وقتی چاپخانه حاضر شد، تازه محمد علی خان گفت چاپخانه روزنامه گراورسازی لازم دارد. ماشین روتاتیو میخواهد. ماشین روتاتیو به متخصص خارجی احتیاج دارد. روزنامه آرشیو عکس و گراور لازم دارد. باید یک هیئت تحریریه قوی داشته باشد. و البته حرفش درست بود، ولی با سبک کار او تهیه این وسایل سالها وقت لازم داشت. پس از مدتی فهمیدم او به این زودی ها تصمیم به انتشار روزنامه ندارد. محمد علی مسعودی همیشه جزء دار و دسته دربار بود. دکتر مصدق با شناختی که از او داشت او را به بازی نگرفته. او در نیمه آخر سال 1331 و نیمه اول سال 1332 در انتخاب خط مشی سیاسی روزنامه مردد بود، از شاه طرفداری کند یا از دکتر مصدق. وضع سیاسی مملکت روشن نبود. به این علت مرتبا کار انتشار روزنامه را عقب می‌انداخت تا وضع روشن یا به عقیده او یکسره شود. بی‌علاقگی محمد علی مسعودی به انتشار روزنامه به سود من تمام شد. من که دیدم اگر بخواهم در انتظار او بمانم، روزنامه نویسی من سالها طول خواهد کشید، از اوایل سال 1332 در صدد برآمدم، شرکت با محمد علی مسعودی را به همان چاپخانه محدود کرده و خودم به طور مستقل مجله منتشر کنم. گرفتن امتیاز روزنامه و مجله در آن زمان بسیار ساده بود، اما صدور امتیاز روزنامه و مجله که تا آن زمان آزاد بود در سال 1332 ممنوع شد.
من که به اعتماد آسانی گرفتن امتیاز در آگهی‌های خود تاریخ انتشار مجله را هم تعیین کرده بودم، تصمیم گرفتم از امتیاز افراد دیگر استفاده کنم. محمد علی خان که طرح‌های ما را برای روی جلد و صفحات داخل مجله دیده بود، اصرار داشت جهت انتشار مجله از امتیاز پست تهران روزنامه او استفاده کنم، اما این کار به صلاح من نبود. در سال 1332 من هنوز یک دانشجوی گمنام بودم که کسی مرا نمی‌شناخت. اما اگر سپید و سیاه را با استفاده از امتیاز پست تهران محمد علی مسعودی منتشر می‌کردم، جزء دار و دسته او محسوب می‌شدم، در حالی که از نظر سیاسی با او اختلاف نظر داشت. اصرار محمد علی مسعودی به خصوص تأکید او پس از انتشار شماره اول و دوم مجله و استقبال خواننده ها از مجله سپید و سیاه چند علت داشت. نخست آن که اگر پست تهران تا مدتی دیگر منتشر نمی شد، امتیازش لغو می شد. دیگر آن که محمد علی مسعودی مدت ها بود که در انتخاب بین شاه و دکتر مصدق مردد مانده بود. اگر سپید و سیاه که در شماره اول تصویر نقاشی نقطه چین دکتر مصدق را روی جلد چاپ کرد و برنامه خود را طرفداری از دکتر مصدق و نهضت ملی ایران اعلام کرده بود، از امتیاز او استفاده می کرد و دکتر مصدق در مبارزه نهایی پیروز می شد، او ادعا می کرد روزنامه او از مصدق طرفداری کرده. اگر شاه به پیروزی می رسید، او می توانست بگوید این کار را فلانی کرده و ارتباطی به او نداشتند. این شایعه که محمد علی مسعودی مقدمات کار را برای انتشار روزنامه جمهوری در اول شهریور 1332 فراهم ساخته بود، تا آنجا که من شاهد و ناظر بودم حقیقت نداشت. محمد علی مسعودی در روزهای 18 تا 27 مرداد 32 که دو شماره از مجله سپید و سیاه منتشر شده بود، هر روز به دفتر چاپخانه می آمد. چون من شماره های اول و دوم مجله را با امتیاز روزنامه های بوغای من و خاورزمین منتشر کرده بودم، اصرار داشت که در شماره سوم از امتیاز پست تهران استفاده کنم. بعد از 28 مرداد که ورق برگشت، شانس او در این بود که روزنامه های اطلاعات و کیهان به دستور سپهبد زاهدی توقیف شدند. باختر امروز دکتر فاطمی قبلا غارت شده بود. روزنامه های داد از امیدی نوری و آتش از میراشرافی هم روزنامه های خبری نبودند، فقط مقاله چاپ میکرد. محمد علی مسعودی از این وضع استثنایی استفاده کرد و پست تهران را به صورت یک روزنامه خبری در آورد. خبر چیزی بود که آن روزها مردم با آن علاقه داشتند. هر ساعت گزارش هایی از توقیف طرفداران دکتر مصدق و غارت خانه ها و روزنامه هایشان منتشر می شد. مردم می خواستند از این وقایع مطلع شوند. ضمناً شایع شده بود که امتیاز اطلاعات و کیهان لغو خواهد شد. خود عباس مسعودی هم در خارج از کشور بود. به این جهت هر روز عده‌ای از خبرنگاران و نویسندگان اطلاعات به تشویق قاسم مسعودی به پست تهران می آمدند و عکس ها و کلیشه های رجال را اهم از طرفداران دکتر مصدق که زندانی می شدند و آنهایی که طرفدار شاه و زاهدی بودند و به مشاغل مهم گماشته می شدند از آرشیو اطلاعات می آوردند. علاوه بر خبرنگاران، صفحه بند، مصحح و حروفچین های ورزیده‌ای که روزانه 500 تا 600 سطر بودجه حروفچینی آنها بود، از اطلاعات به آنجا آمدند. بعضی تا آخر ماندند و برخی بعد از آزاد شدن اطلاعات و بازگشت عباس مسعودی از اروپا به اطلاعات برگشتند. از آنجا که دفتر روزنامه پست تهران و دفتر مجله سپید و سیاه در چاپخانه مسعود سعد بود، من شخصا ناظر جریانات بودم. اگر این وضع خاص پیش نمی آمد، روزنامه پست تهران برای انتشار و استخدام خبرنگاران ورزیده و کاردان و متخصص و تهیه آرشیو عکس و کلیشه رجال ماها وقت لازم داشت. به این سادگی ها نبود که یک روزنامه یومیه را بدون امکانات در اول شهریور منتشر کند. تیراژ پست تهران در چند روزی که اطلاعات و کیهان توقیف بود تا آن حد بالا رفت که نورد ماشین های چاپ آب می شد و من به عنوان مدیر
مدیر عامل چاپخانه ناچار می شدم از بودجه شرکت هر روز چند نورد از تجارتخانه مرتضی نوریانی خریداری کنم. حمیدی نوری و میر اشرافی و سایر روزنامه‌نویسان طرفدار شاه و زاهدی وقتی می دیدند محمد علی مسعودی با آنکه هیچ گونه مبارزه‌ای با دکتر مصدق نکرده بود، محمد علی مسعودی اصلا مرد مبارزه و جنگ و جدل نبود، توانست بیشترین بهره برداری را از سقوط دکتر مصدق بکند، ناراحت می شدند و از همان موقع به این شایعات دامن می زدند که او می خواسته به طرفداری از دکتر مصدق روزنامه منتشر کند. در نخستین سلام بعد از 28 مرداد من شاهد بودم که آنها چگونه به محمد علی مسعودی طعنه می زدند. محمد علی مسعودی هنرش بهره برداری از موقعیت ها بود. با این هنر بود که توانست از خانه خیابان امیریه که آن را هم پدرش برایش ساخته بود و در سال 1332 حتی مبل و فرش نداشت، به خانه مجلل خیابان فرشته نقل مکان کند. روزی که من پس از توقیف سپید و سیاه در سال 1353 به خانه او رفتم، از مشاهده چلچراغ‌های آنتیک و ظروف عتیقه و اشیاء گرانبهایی که در آن زمان میلیون‌ها تومان ارزش داشت و به پول امروز به میلیاردها تومان می‌رسید، دچار حیرت شدم که چگونه ممکن است کسی که نه تاجر بوده و نه به کار صادرات و واردات اشتغال داشته، با یک روزنامه کم تیراژ طی 20 سال چنین زندگانی مجللی تهیه کند. شرح زندگانی یک روزنامه‌نگار. محمد علی مسعودی در سال 1292 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش حسن مسعودی، برادر بزرگ عباس مسعودی و از نظر سن و سال بزرگ خانواده مسعودی بود. محمد علی دبستان و دبیرستان را در تهران تمام کرد و وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و از آنجا لیسانس گرفت. حسن خان از زمان تحصیل محمد علی در دانشگاه دست او را در دست برادر گذاشت. به این ترتیب محمد علی مسعودی از سنین کم در روزنامه اطلاعات که متعلق به عمویش عباس مسعودی بود به کار مشغول شد. او در سالهای 1316 تا 1320 در دبیر روزنامه اطلاعات بود. در آن سالها دوران سلطنت رضاشاه سردبیری روزنامه زحمت چندانی نداشت. اخبار از منابع رسمی می رسید و همه حاکی از پیشرفت، آبادانی، ارزانی و فراوانی بود. کمبودها و گرانی، سختیها و مشکلات مردم در صفحات روزنامه ها منعکس نمی شد. اطلاعات چون رقیبی نداشت، برای ترقی و پیشرفت احتیاج به ابتکار و ذوق زیادی نداشت. اطلاعات تنها روزنامه عصر ایران بود و تنها ماشین روتاتیو ایران را هم در آن زمان این روزنامه وارد کرده بود. تشکیلات اداری روزنامه را خود عباس مسعودی اداره می‌کرد. او همه افراد خانواده را در روزنامه و چاپخانه دور خود جمع کرد. بعد از شهریور 20 با رواج آزادی قلم و بیان، اطلاعات رقیب‌های زیادی پیدا کرد. به این جهت عباس مسعودی مقام برادرزاده‌اش را بالا برد و کارش را کم کرد. او را قائم مقام خود کرد، ولی جهت سردبیری از افراد باذوق و باسواد استفاده کرد. در این دوره، یعنی از شهریور 1320 تا سال 1331 که محمد علی مسعودی اطلاعات را ترک کرد، او در حقیقت روابط عمومی مؤسسه اطلاعات را اداره می کرد و با خلق و خویی که داشت با همه گروه ها و طبقات رابطه برقرار کرده، باعث می شد ضربات وارده به اطلاعات ملایم تر شد. محمد علی مسعودی در دوره های 15 و 16 از تهران و دماوند وکیل شد. در دوره 17 هم که انتخابات در زمان دکتر مصدق انجام گرفت، او نتوانست به وکالت انتخاب شود. محمد علی مسعودی وقتی از اطلاعات بیرون آمد، نزدیک 2 سال بیکار بود تا جریان شرکت ما با او پیش آمد. محمد علی مسعودی با آنکه در چاپخانه مسعود صد عنوان رئیس هیئت مدیره را داشت، حقوق نمی گرفت، ولی در آن ایام بارها نزدیک غروب به چاپخانه می آمد.
آن ساعت موقعی بود که کارمندان چاپخانه رفته بودند و فقط کارگران شبکار می‌ماندند، اما من برای روبراه کردن کار مجله در چاپخانه می‌ماندم. محمد علی خان ساعتی با من گفتگو می‌کرد. اغلب موقع رفتن می‌گفت برادر داری 100 تومان، گاهی می‌گفت 200 تومان به من بدی؟ من این پول را می‌دادم. او سوء نیت نداشت، ولی همیشه فراموش می‌کرد آن را پس بدهد. این طلب‌ها جمعاً مبلغ زیادی نمی‌شد، چون او فقط 7-8 بار چنین تقاضاهایی از من کرد. بعد از 28 مرداد روزنامه پست تهران برای مدت کوتاهی تیراژ زیادی به دست آورد. آن زمان بین مردم و روزنامه فروش‌ها شایع شده بود که اطلاعات به اسم پست تهران منتشر می‌شود. اما وقتی اطلاعات آزاد شد، از آنجا که پست تهران هیچ امتیاز ویژه‌ای نداشت، به زودی تیراژ و موقعیت خود را از دست داد و به صورت یکی از روزنامه‌های کم تیراژ که در آن زمان فراوان بود درآمد. محمد علی خان سالها به کار روزنامه‌نگاری مشغول بود. او همیشه میگفت من از بچگی تو چاپخونه خاک سرب خوردم. از پای گارته ضربه جای حروف سربی، صفحه را روی رانکا دینی‌های آهنی میگذاشتم و میرفتم ماشین خونه. از ماشین خونه کارو میبردم صحافی. اما با این همه به کار چاپ زیاد وارد نبود. همینطور بود در زمینه روزنامه نگاری. هرگز ندیدم مقاله‌ای بنویسد یا خبری تهیه کند. پس از مدت کمی که از انتشار پست ایران گذشت، قاسم مسعودی که در اطلاعات کار می‌کرد، عمویش را ترک کرد و نزد برادرش در پست تهران به کار مشغول شد. قاسم مسعودی تیپ جالبی بود و خصوصیات عجیبی داشت که در جای خود شرح آن خواهد آمد. او اهل کار و زحمت و فعالیت نبود. در زندگی فقط به لذت‌هایش می‌اندیشید. پس از آنکه محمد علی خان از همکاری من با روزنامه قطع امید کرد، با بهرام شاهرخ شریک شد. به طوری که شایع شده بود، شاهرخ 100,000 تومان در پست تهران سرمایه گذاری کرد و به عنوان سردبیر به کار پرداخت. تا وقتی این پول باقی بود، او به پست تهران می‌آمد و در تنظیم مطالب و اخبار سیاسی روزنامه اعمال نظر می‌کرد. وقتی پول تمام شد، قاسم مسعودی عده‌ای را به جان شاهرخ انداخت، به طوری که او با همه زیرکی که داشت از سرمایه‌اش صرف نظر کرد و از پست تهران رفت. محمد علی خان که در دوره‌های 15 و 16 وکیل شده بود، بعد از 28 مرداد هم در دوره‌های 18 و 19 و 20 به نمایندگی رسید. ولی وقتی دوران انقلاب سفید فرا رسید، او را هم مانند رجال قدیمی کنار گذاشتند. از 28 مرداد 1332 تا 6 بهمن 1341، طی حدود 10 سال از تاریخ سیاسی کشور، کار مهم محمد علی مسعودی ساختن صندوق‌های انتخاباتی و بیرون آوردن وکلای مورد نظر دولت از این صندوق‌ها بود. او با داشتن دوستان و آشنایان فراوان در میان اصناف و میداندارها، بارفروش‌ها، قصاب‌ها و دار و دسته از گردن کلفت ها و بزن بهادر ها و تخصص در صندوق سازی، سالها سردمدار انتخابات تهران بود. او حتی زمانی که وارد حزب ملیون دکتر اقبال شد، باز حرفه وکیل تراشی خود را از دست نداد. پس از انتخابات تابستانی و زمستانی که دکتر امینی روی کار آمد، یک روز از دهان او شنیدم که می گفت می خواهم محمد علی مسعودی را به خاطر صندوق سازی ها و دخالتش در انتخابات زندانی کنم. ولی گفتند نکند و نکرد. یک روز در جریان یکی از دوره های انتخاباتی به جهت کاری به خانه محمد علی مسعودی رفته بودم. در یک اتاق کوچک حدود 10 نفر پشت میز بزرگی نشسته بودند و در مقابل هر کدام یک دسته کاغذ بیخط به عرض 10 سانتی‌متر و طول 20 سانتی‌متر گذاشته شده بود. هر یک با خودنویس، قلم فرانسه یا خودکارهایی به رنگهای مختلف اسم 12 نفر کاندیداهای دولتی وکالت را می نوشت. ترتیب کار چنان بود که ترتیب افراد در همه ورقه های رأی یکسان نباشد. یکی را که یک نفر در اول برگه رأی می نوشت، دیگری نفر دوم، سومی چهارم و پنجمی ششم الی آخر می نوشت. اما
برای آنکه تناسب حفظ شود نام بعضی افراد که میبایست بیشتر رأی بیاورند را در همه ورقه‌های رأی می‌نوشتند و برخی دیگر را گاهی از قلم می‌انداختند و نام کسانی دیگر را خارج از 12 کاندیدای دولتی ثبت می‌کردند. کل آرایی که در آن اتاق نوشته می‌شد به چندین هزار می‌رسید. اینها همان آرایی بود که موقع انتخابات به دست کارگران کارخانه‌های دولتی یا روستاییان اطراف تهران می‌دادند تا به صندوق بیندازند. تازه موقع رأی خواندن هم عوامل محمدعلی خان بدون توجه به اسامی کسانی که در ورقه‌ها نوشته شده بود نام افراد مورد نظر خودشان را می‌خواندند. این وضع تا هنگام انقلاب سفید شاه ادامه داشت، اما پس از سال 1341 و با تأسیس حزب ایران نوین و کنار گذاشتن مخالفین و مخالفت‌ها رأی‌گیری حالت دیگری پیدا کرد، چون افراد را به نام حزب اکثریت یا اقلیت به محل رأی‌گیری می‌بردند. بنابراین از آن پس رژیم دیگر احتیاجی به محمدعلی خان‌ها نداشت. محمدعلی خان هم چند سال این وضع را تحمل کرد تا سرانجام دچار آن بیماری مرموز شد. بیماری مرموز محمدعلی مسعودی. یک روز در شهر شایع شد محمدعلی مسعودی بیمار شده. بیماری او از نوع خاص. محمدعلی خان حرف نمی‌زد، معاشرت نمی‌کرد، نه به دیدن کسی می‌رفت، نه کسی را به خانه راه می‌داد. او که با همه می‌جوشید، در خانه را به روی خود بسته و عزلت گزیده بود. دوستان محمدعلی خان سر تکان می‌دادند و با حزن و اندوه از یکدیگر می‌پرسیدند: از محمدعلی خان خبر داری؟ نه. مگر چی شده؟ مریض شده؟ چه مرضی؟ بدبختی اینجاست که معلوم نیست، یک بیماری مرموز گرفته. آثار مرضش چیست؟ در را به روی خودش بسته، نه کسی را میپذیرد، نه به خانه کسی میرود، نه با کسی حرف میزند، نه به حرف کسی گوش میدهد. بیچاره. بله بیچاره. دوستان خیلی نزدیک گاهی موفق میشدند با هزار زحمت درهای بسته را، همان درهایی که هرگز به روی هیچ کس بسته نمی‌شد، باز کنند و به حریم خلوت او راه پیدا کنند. از او می‌پرسیدند بیماریش چیست؟ محمدعلی خان نگاه می‌کرد اما حرف نمی‌زد. آن چشم‌های درشت و سیاه و ورقلمبیده ساعت‌ها به گوشه خیره می‌ماند. ساعت‌ها و ساعت‌ها. ماه‌ها گذشت، او خوب نشد. همه از او ناامید شدند. محمدعلی خان در اتاق بزرگ خانه بزرگ خیابان اعیانی فرشته تنها در وسط اتاق می نشست و به اشیاء عتیقه کم نظیرش که دوروبرش بود نگاه می کرد. در انجام آشنایان به این نتیجه رسیدند که مرضش جسمی نیست، روحی است، چون هیچ دارویی مؤثر واقع نمی شد. روزی یکی از دوستانش گفت: کاش ابن سینا زنده بود، می آمد نبضش را می گرفت و مرضش را تشخیص می داد. ابن سینا نبود، ولی روزی طبیب درد او در قالب امیر هوشنگ دولو ظاهر شد. او به منزل محمدعلی خان رفت، ساعتی با او خلوت کرد، سرانجام از خانه بیرون آمد و با لحن تودماغی شازده ها گفت: یافتم، یافتم. امیر هوشنگ از آنجا یک سر به کاخ سلطنتی رفت. او اجازه داشت هر زمان خواست به دیدار شاه برود. رفت و شرح حال محمدعلی خان را گفت و افزود: قربان، خاکپای جواهراتای مبارکت گردم. قربان خاکپای جواهراتای مبارکت گردم. یکی از بندگان با وفا و خدمتگزار شما مدتی است که پریشان روزگار شده. اگر عنایت شاهنشاهی حامل حالش نشود، به زودی از دست خواهد رفت. اعلی حضرت به تجربه آزمودند که این مملکت زیر و بالای فراوان به خود دیده و لعله که باز هم ببیند. در وقت باز ذات مبارک به صندوق سازها نیاز خواهند داشت و محمدعلی مسعودی استاد صندوق سازهای جهان است. او سالها هر کرا که اراده مبارک همایونی بود، با هر جسته‌ای که داشت به راحتی از مدخل کوچک صندوق خارج می ساخت. اما اکنون
این مرد هنرمند دل از دنیا کنده و در انتظار مرگ نشسته است. شاه از پریشانی حال خدمتگزار وفادارش دلریش شد. پرسید: امیر هوشنگ، به نظر تو ما چه باید بکنیم تا چاکران ما بدانند که همواره مراقب احوالات آنها هستیم؟ امیر هوشنگ جواب داد: تا آنجا که چاکر تحقیق کرده، فقط فرمان مبارک دایر بر انتصاب او به سناتوری میتواند او را از نیمه راه برزخ به دنیا برگرداند. امیر هوشنگ کسی بود که وقتی شاه خواست او را به عنوان سناتور انتصابی انتخاب کند نپذیرفت و تقاضا کرد به او عنوان پیشخدمت مخصوص عنایت فرماید. شاه پاسخ داد: اگر فرمان ما درمان حال او باشد، کوتاهی نخواهیم کرد. چند کرسی در سنا خالی است، یکی را به او می‌بخشید. و بلافاصله فرمان شاهانه دایر بر سناتوری محمد علی مسعودی صادر شد. از آنجا که سناتور شدن شرایطی داشت، 5 دوره وکالت مجلس به داد او رسید. شاه برای آن که امیر هوشنگ از نیاز محروم نباشد فرمود فرمان را به دست او دادند. امیر هوشنگ یک سر از کاخ سلطنتی به خانه محمد علی رفت و فرمان را جلوی او گذاشت و نبضش را گرفت. محمد علی خان افسرده حال و پریشان روزگار دست پیش برد و روبان رنگی را از دور فرمان باز کرد و لوله مقوایی را گشود. تا اینجا نبض همچنان آرام می‌زد، چنان که گویی آدمی مشرف به موت است. اما همین که فرمان را گشود و چشمش به جمله نظر به لیاقت و کاردانی جناب محمد علی مسعودی ایشان را به سناتوری انتصابی از تهران مفتخر فرمودیم افتاد، نبض محمد علی خان مانند اسبهایی که در مسابقه اسب دوانی شرکت می کنند شروع کرد به زدن. با زدن نبض خون به چهره سبزی محمد علی دوید و از چشمهای بی فروغش نور حیات درخشیدن گرفت و به دینسان بود که بیمار مشرف به موت با حکم سناتوری شفا یافت. اما محمد علی خان بعد از آن طرز زندگی خود را عوض کرد. دیگر آن محمد علی خان در خانه باز نبود. میدانست وقتی عده‌ای جمع شدند نوبت جگویی، مسخره کردن و انتقاد از اوضاع فرا می‌رسد و دیوارها پر از موش‌های گوشدار هستند و خبر را به آنجا که باید برسانند می‌رسانند. او می‌خواست باز هم سناتور شود. سناتوری لباسی برازنده قامت او بود که اهل انتقاد و بدگویی نبود. پایان کار محمدعلی مسعودی. در سال 1357 رژیم از درون در حال متلاشی شدن بود. تا قبل از روز یک شنبه 22 بهمن 1357 رجال قدیمی از جمله سناتور محمدعلی مسعودی هنوز امید داشتند یک 28 مرداد دیگر به کمک رژیم بیاید، اما آن قدرتی که در سال 1332 رژیم سلطنتی در حال سقوط را نجات داده بود این بار سقوط آن را انتظار می‌کشید. جیمی کارتر مدعی حقوق بشر به جای آیزنهاور طرفدار رژیم‌های استبدادی بر عرصه قدرت نشسته بود و به جای لوی هندرسون سفیر آمریکا که طرفدار شاه بود ویلیام سولیوان به سفارت رفت. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ خود غیر از نخست وزیران و عمرای ارتش فقط از محمد علی مسعودی یاد می‌کند و گزارشی از او را در کتاب پاسخ به تاریخ می‌آورد. محمد علی خان وقتی دانست از او برای نجات شاه و رژیم کاری ساخته نیست، در صدد برآمد خودش و عتیقه های گرانبهایش را نجات بدهد. نجات دادن خودش آسان بود. آن روزها تقاضای سفر به خارج آنقدر زیاد بود که شهربانی دچار کمبود گذرنامه شد و چون چاپخانه ها هم نیمه تعطیل بودند از گذرنامه های قدیمی استفاده میکرد. محمد علی خان هم گذرنامه زیاد داشت، اما اشکال بزرگ عتیقه هایش بود. چلچراغ های ناصرالدین شاهی که با رنگ فیروزه‌ایش تمام سقف یک سالن بزرگ را می پوشانید و چشم را خیره می کرد، مجسمه های گرانبها
کاسه های بزرگ چینی و مرغی، کلکسیون بی‌نظیر خط و مینیاتورهای ایرانی که مایه حسرت موزه ها و کلکسیوندارها بود. سرانجام روز 22 بهمن 1357 فرارسید. انقلاب با نثار خون فراوان پیروز شد، اما محمد علی خان هنوز نتوانسته بود عتیقه هایش را سر و سامان دهد یا از آنها دل بکند. اگر ماجرای اعدام سناتور علامه وحیدی 90 ساله و پروفسور جمشید اعلم که به امید تأمین به دنبال شاه نرفته بود پیش نمی آمد، او همچنان در کنار عتیقه هایش بست می نشد. اما این حوادث نشان داد که انقلاب جدیتر از آنیست که او فکرش را می کرد. محمد علی مسعودی از سال 1332 تا 1357 مدت 25 سال از عمرش را صرف جمع‌آوری عتیقه های گرانبهایش کرده. اکنون نمی‌توانست آنها را بفروشد و دلش می‌آمد به کسی یا جایی ببخشد. معمولاً در چنین شرایطی در تمام جهان افراد ثروتمند خریدار عتیقه های با ارزش هستند، اما آنها در آن زمان در شرایطی نبودند که خطر کنند. از اینها گذشته ثروتمندان و رجال فراری خود فروشنده اشیای عتیقه بودند. عرضه فراوان بود و تقاضا کم. در این هنگام مسعود مسعودی، پسر قاسم مسعودی که همراه پدر در شهر نیس در جنوب فرانسه زندگی می‌کرد، وقتی ماجرای عمویش را شنید در صدد برآمد به کمک او بشتابد. از آغاز تولد مسعود مسعودی، محمد علی خان به او علاقه خاصی داشت و از قضا این جوان هم که از ابتدا از قسمت پا معلول بود، عمو محمد علی جان خود را خیلی دوست داشت، بیشتر از همه افراد خانواده، و همیشه می گفت حاضر است جانش را فدای عمو جانش بکند. او وقتی از گرفتاری های عمویش آگاه شد، در حالی که همه اعیان و رجال و اعیانزاده ها و فرزندان رجال از ایران راهی خارج می شدند، زندگی راحت جنوب فرانسه را رها کرد و به منظور کمک به عموجانش به ایران بازگشت. قیافه محجوب و دلپسند مسعود از یک سو و معلول بودن مادرزادی او از سوی دیگر به او حالتی از معصومیت داده بود که هر کس او را می دید به او اعتماد می‌کرد. محمد علی خان هم وقتی دید برادرزاده زیرک و باهوش و کاربرش به خاطر او رنج سفر را به خود هموار کرده و از شهر نیست به تهران آمده، خوشحال شد. مسعود در مخفیگاه به دیدار عمو محمد علی رفت. با دیدار او خودش را در آغوش محمد علی خان انداخت. بی اختیار اشک از چهار دیده سرازیر شد، از چشمهای محمد علی خان و از چشمهای مسعود جان. گفت حاضر از جانش را بدهد تا یک مو از سر عمو محمد علی جان و اموالش هم نشود. آنچه که از این به بعد می آید من از خیشان و دوستان محمد علی مسعودی شنیدم. روز بعد مسعود مسعودی به محمد علی مسعودی مژده داد که وسیله سفر او را فراهم ساخته است، اما مبلغی که طلب می کرد خیلی بیشتر از آن بود که دیگران به محمد علی خان پیشنهاد کرده بودند. او می گفت چون محمد علی خان آدم درشت‌اندام و تنومندی است، خروج پنهانیش هزینه زیادتری می‌طلبد. جان آنقدر ارزش داشت که محمد علی خان مقاومت نکرد و هر چرا که می‌خواد داد. اما نگرانی محمد علی خان درباره عتیقه‌هایش هنوز رفع نشده بود. مسعود گفت در این باره هم با عده‌ای صحبت کرده است. قرار شد آنها را در تریلی‌هایی که اجناس صادراتی را به خارج از کشور می‌برند جاسازی کرده همه را به تدریج خارج کنند. ولی این کار مهم هم به دو چیز احتیاج داشت. نخست یک نامه به خط محمد علی خان که به او اجازه بدهد درباره اموال و عتیقه‌هایش به هر طریقی که صلاح می‌داند اقدام کند. مسعود می‌ترسید خویشاوندانش در کار او دخالت کنند، و دیگر مقدار هنگفتی پول تا آن ثروت هنگفت را با قدرت دلار و ریال به خارج برساند. محمد علی مسعودی هر دو پیشنهاد را پذیرفت و به کمک مسعود راهی آلمان شد. تازه در آنجا بود که نگرانی از دست دادن عتیقه ها وجودش را آزار داد.
ولی برادرزاده او در تلفن‌های متعددی که محمد علی خان به او می‌کرد او را مطمئن می‌ساخت که دارد همه را از خانه‌اش که زیر نظر مأموران قرار گرفته خارج می‌کند. فقط گله او از دیگر پیشاوندان بود که گاهی مزاحم او می‌شوند و از او درباره عتیقه‌های عمو سوال‌های بی‌ربط می‌کنند. این کار بی‌معنی باعث می‌شد توجه دیگران به آن گنج گرانبها جلب شود. محمد علی مسعودی همین که صحبت مسعود تمام شد نمره سایر خیشاوندان را در تهران گرفت و به آنها توپید که چرا مانع انجام برنامه‌های برادرزاده عزیز او می‌شوند. مسعود مسعودی یکی یکی عتیقه ها را بیرون می آورد و به هر قیمتی که مشتری داشت می فروخت، ولی از ترس آن که عموجان محمد علی پول آنها را در اروپا ولخرجی کند خودش در ایران خرج می کرد. او پایش چلاغ بود، دستش که چلاغ نبود که سیب سرخ برای او عیب داشته باشد. بعضی از افراد خانواده مسعودی که از ماجرا مطلع شده بودند خواستند قدم جلو بگذارند و مانع حیف و میل آن عتیقه های گرانبها شوند، اما توپ و تشر محمد علی خان آنها را سر جایشان نشاند. وقتی مدتی دیگر گذشت و از هر طرف به او اطلاع دادند که برادرزاده عزیزش عتیقه ها را بالا کشیده، تصمیم گرفت یک کار عاقلانه و شرافتمندانه بکند. آنها را که نوشتم از دوستان نزدیک محمد علی مسعودی شنیده بودم. این را هم یکی از دوستان بسیار نزدیک من و او، یعنی اکبر بلورفروشان، برایم تعریف کرد. یک روز محمد علی مسعودی کاغذی برداشت، خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران نوشت و نشانی همه مخفیگاه‌های عتیقه‌هایش را داد. صورت بازمانده عتیقه‌ها را نوشت و همه را طبق آن نامه به دولت و موزه‌های ایران بخشید. اگر قرار بود این اشیاء گرانبها را دلال‌ها ببرند و یا برادرزاده عزیزش بخورد، چرا دولت آنها را نگیرد و در موزه‌ها نگذارد؟ بعدها شنیده شد دولت مقداری از آن عتیقه‌ها را از مخفیگاه‌ها و از چنگ قاچاقچی‌ها خارج کرده. از دست دادن عتیقه های گرانبها و کلکسیون های عتیقه محمد علی مسعودی را غمگین ساخته بود، ولی بعد از آن دست کم می دانست باقی مانده آن اشیاء گرانبها در موزه های وطنش و در معرض نمایش هموطنان عزیزش گذاشته خواهد شد. پایان کار محمد علی مسعودی مانند بسیاری از مهاجران ایرانی دردناک بود. بعد از مدتی بیکاری و سرگردانی، خوجبر یزدانی که در کاستاریکا تأسیسات دامداری و کشاورزی بزرگی تأسیس کرده بود از او دعوت به کار کرد. محمد علی خان مرد این کارهای سخت نبود، ولی سر و کله زدن با حیوانات به بیکار نشستن و قصه خوردن ترجیح داشت. او مدتی در کاستاریکا اقامت کرد، سپس نزد دخترانش به شهر بندری و توریستی ونکوور رفت. در کانادا رفت. در آنجا بیماری مرموز بار دیگر سراغش آمد. شایع شد آنقدر سر به هوا شده بود که گاهی راه خانه‌اش را گم می‌کرد. یک روز به جای آنکه از مسیر خط‌کشی شده خیابان عبور کند، از وسط خیابان رفت. اتومبیل‌های آن دیار مثل آدم‌های آن سرزمین به مقررات عادت کردند. آنها فکر می‌کنند یک آدم ممکن نیست از مسیری به جز محل خط‌کشی شده مخصوص عابران پیاده عبور کند. به این جهت یک روز وقتی محمد علی مسعودی می‌خواست مثل تهران خودمان از وسط خیابان بگذرد، یک اتومبیل که به سرعت حرکت می‌کرد به او اصابت کرد. محمد علی خان با آن جثه سنگین به هوا پرتاب شد و کمی دورتر در وسط خیابان نقش بر زمین شد. از آن لحظه به بعد او همه چیز را فراموش کرد. اینکه زمانی در وطنش روزنامه‌نگار بود، بعد از آن زمانی وکیل مجلس بود، زمانی سناتور بود، زمانی دارنده بزرگترین کلکسیون‌های عتیقه خصوصی وطنش بود و سرانجام زمانی آواره سرزمین‌ها بود. فراموشی گاهی نعمتی. ممدلی خان سرانجام به این نعمت دسترسی پیدا کرد.